سلام به صبح و زندگی خوش آمدین دوستان عزیزم با مزرد که در اول نتونستیم لایف شویم امروز باز هم از هم ترافیک خیلی زیاد بود طرف شهر نو و طرف چارایی برکی اما خدا رو شکر هستیم که در ساعت دوم خدمت شما هستیم و به کلبه داکتر سیب مونسا هم آمدیم همراهشون صحبت میکنیم در رابطه به سنوی دستی زنها اما چیز جالب تر از این که ما لحظه کامده ایم هران چیز میبینیم وطنی میبینیم هران چیزی که میبینیم ساخته دست خود افغان هاست مثلا مش نمونه خروار شما این میودانی را میبینید که از لاژورد ساخته شده یعنی توسط دست خود افغان ها ساخته شده و همچنان این کاسه های دیگه را که میبینین میوه خشک از داخلش این هم ساخته دست خود افغان است ان شاء الله و این میزک که میبینین چقدر مقبول است دکتر سب سلام صحبتتون بخیر اونجا عزیز به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون وزین آریانا و با خصوص برنامه صبح زندگی خوشحال هستم که شما را امروز با خود دارم بسیار زیاد تشکر خارج از افغانستان زمانی که می باشین برنامه ما را حتما بیننده می باشین یک گپ بازی است که وقتی به افغانستان میایی آب و هوای وطن همه چیز به طرف آنچه افغانستان واقع میشه به طرف از آدم کشانه و ناگزیر هستیم چی بخوایم چی نخوایم به طرف تلویزیون شما برنامه های شما حتما نگاه جرف عمیق داریم خیلی تشکر دکتر سب من اگرچه در ابتدا بر دوستا یادآور شدم گفتم که هر چیزی که ما اومدیم تمامش ساخته دست افغان هاست یعنی صنایع دستی بیشتر شما استفاده کردین حتی دیوارایتون رنگ نکردین از چی میگن شما از بوریا گرفتین بله به خاطر ازی که کل را می که افغانستان اما که یک کشور زیباست با زیبایی های طبیعیش اما تو سنای دستیش هم از زیبایی و ویژگی به خصوص برخوردار است که اگر به چی نکنیم هر آن چی را که ساخته دست از در افغانستان به است خالی که دست های به زریف دختر خانم ها و افغان او را می د افغانستان نظیر نداره با وجودی که دگه کشورهایی هستند که قالین تولید میکنن و همه قسم ثنایی چوبی کندنکاری که افغانستان افغانهای عزیز ما بسطلا با دستای پرهنر خود با او چکش و درفش که نادارن او رو درست میکنن دیزان های را کومیتن ای در افغانستان به نظیر است اگرچه متاسفانه در چل سال اخیر خود وضع امنیتی و حوادث ناگواری که در کشور ما حادث شده متاسفانه بسیاری از سندگرای ما مانند بسیاری مسلکی های دیگه ما درس های مختلف مجبور به ترک وطن کردن که از یک طرف نبود از اونا واقعا در کشور احساس میشه و از طرف دیگر باعث این شده که از هنر از اونا و از ظرفیت از اونا در خارج از کشور استفاده به سزای صورت بگیره و از همه مهمتر آنچه بیشتر دردناک است که به نام کشورهای اجنبی صنعت دست افغان در بازارها و مارکت های جهانی در اوج ارزه میشه از یک طرف اگر همه میدونن که صنایع دست صنعت دست صنعتکار سنت افغان است اما متاسفانه لیبل یک کشور بیگانه است این دردناک است قلب آدم درد میگیره و ما آرزو دارم که در دا این قسمت دولت مردای ما توجه بیشتر بکنه و با وضع سنتکارا برای از اونا برسه امرار مشیت از اونار زمینیش بهتر مساید بسازه تا بتانن که از افغانستان عزیز افغانای ما از صنعت دست خود بر افغانستان و برای مارکت جهانی با وجه بهتر استفاده بکنه شکر دکتر صاحب اگر شما در رأس بعض نهادها قرار بگیرین که بیشتر بر صنعت کار میکنن و بیشتر مسئولیت دارن در قبالی که چطور میتونن رشد بتن سنت کاران افغانستان خصوصا زنانی که سنت کار برنامه مشخصه دارین ما واقعا خوشحال هستم زن افغان با همه دبل تایم کار خود که کار میکنه از یک طرف اگه هیچ جای کار نمیکنه این بسیار یک ویژه مزهک است که وقتی میگن که فلان خانم چی کار میکنه والله هیچ کار نمیکنه خانم خانه است شما 24 ساعت کار میگن که هیچ کار نمیکنه کار خانه است در پلو از یکی کار میکنه در پلوی از او با دستوزی هم سنت میرسه این لباس که شما به جان من ببینین این هم بازم زرافت یک دست یک زن نازنین افغان در جنوب افغانستان در قنده هار است و من فکر نمیکنم که این زرافت که این کار کده و خود مچنگ رنگ ها و از نورکس بهترین دیزاینر اروپا هم نمیتونه که با این چیز با این ظرافت ای دیزاین بکنه این نمونه عزیز که زن افغان خلاق هست. خلاقیت داره قدرت ابتکار داره و فقط یک زمینه برش میسر شود که بتونه این خلاقیت خود واقعا به کار بندازه چی درسه سه صنعت دستی چی در سه طراحی چی در ارسه سایر صنایع دستی مثلا کاری نمیشون سب خانم که با بسیار کار کنن میکنن یک یک ویژگی خاص خدا داره و من اگر اگر احیانا یکان تا چی ببینن لازم ببینن و بدانن که من خوی خلاقیت و ابتکار دارم حتما در این عرضه که از اقشار مختلف خانم ها از نازنین که میره به مکتب میره یا به پریسکول میره اما به نقاشی استعداد داره یک قطی به رنگ آبی یا رنگ روغنی با یک کتابچه کلان کوبتان نقاشی خود بکنه نه که از سوء استفاده بشه ابیوز بشه او تفلک خواب ها و رویه های کودکانی خود فراموش بکنه این خودش یک زمینه رشد است برای او خانم دیگه که در عرصه مثلا طراحی لباس چی داره دست با دست بالا داره اما نه یک قیچی به اصطلاح چیره امو فنیره که او برش بکنه از او به دسترسش قرار داره نه یک میز ماشین درسته که بس بتونه از او استفاده بکنه اما او ناگزیر است که دم گوشه بشینه و آنچه که از پنهان میمانه و همچنین این خانم های مقبول و نازنین که با دست بسلا با پنجه های شون این سنت دستی دیگره اینا دست با دست میدونن اگر با چادر است اگر با پیرهن است اگر با سایر چیزهای زینتی دیگه است اینا میدوزن زمینه ازیره شان مساید ساخته بتونیم شما باور بکنید که ما همونطور که بهترین بازار برای زفران وطن خود داریم بهترین بازار فعلا با و فضل الهی مثلا به میوجات تازی وطن خود داریم با وجودی که نبود سرخانه ها بسیاری میوه های ما را فاسد می سازد بسیاری تولیدات وطن ما را ساب... فاسد می سازد و د... باغبانان با و دقلان دسترسی و چیزهای فنی که بتانند موادشان را نگهداری بکنن با او دسترسی نداره اما باز هم اونا خلاقیت خدا به کار میدازن و شما باور بکنید که ما بهترین تراهای جوان و تراهای بسلا واقعا سنیوری که بتانه بدگاه نقش منتور و رهبری را داشته باشه میتونن نو نقش خدا بازی بکنن و صحبت ما اینجا یک نکته دیگر را که میخوایم تذکر بتم ایست که این تنها وظیفه دولت نیست که سنت را اینا را تشویق بکنه همکاری بکنه حمایت بکنه بلکه تاجرهای ملی ما مردمایی که واقعا به خود احیای فرهنگ زیبای افغانستان معتقد هستند اونا میتونن که در زمینه هم همگام با دولت در رشد صنعت و فرهنگ نقش بارز خود داشته باشند و خاطر از مردم ها دولت ها میاین میرن اما افغانستان باقیست صنعتش است فرهنگش است مردم خویورش است و ما این نقشه باید اتفاق بکنیم بسیار تشکر دکتر سر به صحبت های راست فراموشم نشد که لباس هم تبریک باشه که فراموش شده مثل از اون نفر شد که گفت معلمه که گفت با این بوت ها لغتتان میکنه ما فراموشم شد باشین یک مسئله دیگر رو میخواییم که بر دوستا یادآور شوین اگر چه شما پیشر گفتین آنچه که لباس که در جان خودتان است چقدر مقبول دست دوزی شده،, شده یا خندوزی است آسین های دختر شده دامن دختر شده شاید یک زنه که هیچ سواد نداشته در قره و قصبات دوردست افغانستان زندگی میکنه یک خانم امو که میگه خانم بیکار از که تمام روز کار میکنه شاقتر این کار او انجام در اطراف افغانستان یک خانم بی سواد که با چنین زرافت میای کار میکنه صنایع دستی تولید میکنه میخوایم بر از اونا شما پیام داشته باشین بر از اونا چطور گفته میتونین که شما زنان نیستین که یعنی از سواد دور ماندین نسبت به کسانی که چهار روز مکتب خواندن از اونا که ضعیف تر احساس بکنین بلکه امیر استعداد و توانایی را که شما دارین در قره و قصبات دورده دست تنها یخندوزی خندوزی نیه که بسیار چیزای مثل گلیم و قالین و بس چیزای دیگه هم است ولی کندن کار ولی ما برای پیام برای با کل زن های افغانستان ای است که به نظر ما زن افغانستان در قدم اول تنها زنهایی که در مراکز شورا زندگی میکنن او زنان است. برای ما زن افغانستان رپرزنت زن افغانستان زن است که دقل نوشاخ بدخشان زندگی میکنه در دورترین قرای اروزگان زندگی میکنه در دورترین قریا و قصبات مثلا تخار زندگی میکنه و یا لوگر زندگی میکنه هر کدام از اینا رپریزنت یک صنعت به خصوص استن با لباسهای محلیشان با سنتکاری دست دستکاری که بسلا دستوزی که در در و مختلف لباس ازش استفاده میکنن من میگم میکن برای همه که ز ستاسو ریون تم په تمه باندې ګرانياس دا افغانستان ستاسو دی تاسو د افغانستان د نیمايي هغه خلکو نیمايي شاوخاكي به له تاسو افغانستان خلکو خپل هغه مکمل نه دی به همین سبب ما برشون میگم که شما عزیز هستین شما قابل احترام هستین شما دستهای شما خلاق است سازنده است تو خود شما نقش یک مادره نقش یک خواهر نقش یک همسره به وجه احسنش نظر به همو فرهنگی که در کشور ما هست ایفا میکنین و فکر میکنم که شما میتونین، شما قادر هستین که هر کار انجام بدن منتها به ایست که شما به حمایت ضرورت دارید شما با کمی بس را, را, را که برای شما راه و روش کاری تانه کمی براتون نشان داده شوه و در این عرصه من میگم من از دل جان همراه تانستم و عرضو دارم که من کسای را از برای تلویزیون وزین شما پیدا بکنیم که در این عرصه بتانیم واقعا برای زنهای افغانستان یک کار را انجام بتیم و برشان بگویم که زن افغانستان با وجود از این یا چار دهه نابود کننده جنگ با وجود از این فضای ناامن که فعلا متاسفانه در کشور ما حکومت فرماست یک زن خلاق است یک زن وطن دوست است یک مادر عزیز است یک همسر مهربان است بسیار تشکر دکتر صاحب امی کار ما یا مصاحبه و برنامه سازی ما کاملا سرچپه می باشه اکثرا حال <laughs> چیزی که باید در ابتدا پرسیده و من در آخر می پرسم. مثلا از دکتر سر میپرسین در آرد تحصیلات تان پس برای خدا چی بگیم یک شب در یک برنامه از این رمزانی در یکی از میدیه های تصویری بود یک نفر هاسته بودن که نهی یک چهار قرام برای یک نفر کمک کنه من فکر بیکنم همون چار قران را که میخواست کمک کنه از او کده نفرم نفر هم پشیمان شد گفت که ایقه اقراق کرد که من پشتر دیگه اصلا گفتم که نمیخوایم ببینمش اما به هر صورت من کابل فاکولتی حقوق قلوم سیاسی را تمام کردیم رشته ادرو دیپلماسی را کدام سالا؟ آه تقریبا یک سال تولد شده بودم دیگه تو سن مرا چی نکنیم باز باز بازار مرا خراب میکنی ولی به هر صورت ما تقریبا یک سی سی پنج سال پیش فوق حقوقی خلاص کردیم باز با آلمان رفتیم من 6 سال زبان آلمانی را ادبیات آلمانی را علوم سیاسی را تمام کردیم یک ماستری ماجور میگنش آله و دو ماستری منور از آلمان دارم و از سه سال اول فکولتی دو ما در آلمان خواندیم بازو که پس افغانستان آمدیم میخواستم مدت کوتاه افغانستان باشم اما خاک وطن مردم با همه چیزش مرا به اینجا کش کرد مجبور شدم که اما بقیه تحصیل خود در رشته طب مالیجی در پوهنتون طبی کابل ادامه بتم که تقریبا سال 1386 ما از طب مالیجی کابل هم فارغ شدیم هم خواندین بله ولی ما شناسی آلمانی را و ادبیات آلمانی را با رادیو در اونجا در بخش گفت ما داخل یکی از بخش شهر نو و امرای دکتر سب مونسه حسن صحبت داشتیم در مورد صنایع دستی خصوصا آنچه که مربوط به خانم ها میشه از صحبت های همه یک دنیا تشکر باز ما فرصت برتون میتیم اگر چیز بر گفتن داشته باشین بسیار تشکر افتخار بزرگی به ما بخشیدین که های بزرگ یک اک نفر که کار ندارم یا سراغش میگیرین اصلا بیکار بیکارا کارگر <applause> هستن <دارم تصفيق> خانه تان آباد آنچه که من میخوایم پیام ما برای کل مردم افغانستان مردم عزیزم یه از که ما افغانستان قلب ما هست و ما هر رحضی که احساس بکنم که این قلب ما با حوادث ناگوار نخواسته و زخمی میشه. موضوع امنیتی از یک طرف موضوع از اینکه خود بعضی دشمنای وطن ما سعی میکنند که با بر انداختن بعض ناهنجاریهای های مسائل قومی و سمتی زبانی جنسیتی در این بر با دامن بزنن تا بتونن زمینه امو وحدت را که مردم ما داره فرهنگ نازنین باهمی و تحمل پذیری را که مردم ما داره ای به هم بزنه ما به این معتقد هستم که هیچ دایه مهربان تر از مادر نمیشه ما اگر خود ما با هم نشیم ما خود ما اگر امی وحدت با هم را نگاه نکنیم هیچ امسای بیرونی هیچ امسای فرامنطقوی هیچ امسای غربی و شرقی نمیتونه وحدت در این مملکت بیاره و تا زمانی که ما متحد نشیم شما باور بکنین این برای شما سوگن میخورم که ما دریچه هیچ پیشرفت برای ما گشوده نخواهد شد تا زمانی که ما خود ما را مالک افغانستان احساس نکنیم و پا به پای بسلا امی خود سران حکومت ما همگام نشیم و بر ازی مملکت کار نکنیم باور کنین او کسی که بیرون میایه هم اصطلاح وطنی رو بگیم قلی خودم میزنه میره و ما شما میمونیم و ناهنجاری های ما به خود خاطر آرزو دارم که ما درس را از تاریخ آلمان بگیریم، از تاریخ ژاپن بگیریم، از کوریای جنوبی بگیریم، از همه بگیریم که و از اطراف مملکت که در چاردوبر امسایگی ما دارن که بعد از ما اینا آزادی خوده گرفتن، دست به نیروی اتمی یافتن و هنوز ما تو در غمستانی افغان و ازاره و ازبک تاجک هستیم ما ارزو دارم کی از بین بره و ما بتانیم من حیث یک انسان در قدم اول بر افغانستان عزیز خود مستر خدمت شدیم دوستتان دارم زنده باد افغانستان تشکر از تلویزیون وزیر آریانا شما زنده و سلامت باشین همکار ما مرسل جان بیننده گزارش ما بودن و میخواستن سوال داشته باشن اما فرصت ما باقی نیست انشالله که در هفته های آینده وقت آمدیم خدمت شما اگر سوال از همکارای ما بود باز شما پاسخ بگین. مرسل جان عزیز سلام میرسانم عزیزای آریانا تلویزیون آریانا سلام به تان صبح قشنگ برای کلتان آرزو میکنم همه تان دوست دارم کلبه ویرانی مد خدمتتان هر وقت من قدم بالای بسیار تشکر یک روز دکتر صاحب به کارای خانم خود دسترسی داری حتما حتما چرا نه یک روز یک شوروای گوشت گوسفند برای ما پخته کنه که ما کل ما از برنامه صبح زندگی بیاییم هزار دفعه هر وقت دلتون خواست قدم بالای دیده و وا چینیش وادی سر نیست بسیار <تصفح> زیاد تشکر دوستان عزیزم تشکر, عزیزم، تشکر عزی از اینکه تا لحظه با ما بودین همچنان سپاسگزارم از هر همکارم داخل استودیو که تایل از بیننده گزارش شما بودن و به ما فرصت بیشتر دادن تشکر از که تایل از بیننده گزارش بدین اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین